من و همسرم که این مدت ها بی خانمان بودیم و در ماشین قدیمی تویتای خودمون زندگی و استراحت می کردیم. البته نه ماه هم توی زیرزمین خونه یکی از دوستامون زندگی کردیم. اولین سوال دوستامون در مواجهه با وضع زندگی ما این بود که چرا شاغل نمیشید؟ برای کسایی که در دایره ی امنیت مالی یک شغل هستن توضیح دلیل کارمون سخت بود. ما هر دو مدرک دانشگاهی داشتیم و میتونستیم به راحتی شاغل یک شرکت شیم اما به دنبال استقلال مالی بودیم البته در اون دوران جهنمی که گرسنگی و فقر به ما فشار می آورد کلی جر و بحث با هم میکردیم اما عشق نذاشت که رابطمون از هم گسسته شه برای کسب ثروت نیازی به پول داشتن نیست خیلی ها میگن برای کسب ثروت باید سرمایه داشته باشیم. اما من که از بی خانمانی و بدهکاری به ثروت رسیدم میگم اشتباهه. تحصیل دانشگاهی هم با اون دانش قدیمی و کمفایده کمکی به استقلال مالی نمیکنه. خیلی از افراد موفق مثل بیل گیتس یا هنری فورد از دانشگاه انصراف دادن. پس به چه چیزی نیازه؟ داشتن آرزو، اراده قوی و یادگیری مداوم اولین نیاز هاست و بعد اون اینکه درآمد شما از کدوم بخش این چهار وجهی تأمین میشه در چهار وجهی گردش پول افراد بر اساس دانش و توانایی هاشون قسمت عمده درآمد خودشون رو از یکی از این چهار وجهی تأمین میکنن برای مثال یه دکتر رو در نظر بگیرید او میتونه از هر چهار وجه بر اساس انتخاب خودش درآمد کسب کنه. مثلا توی یک کلینیک استخدام شه و حقوق بگیر باشه یا برای خودش مطب بزنه و خیش فرماشه. یا میتونه به عنوان یک کارآفرین یک بیمارستان یا درمانگاه تأسیس کنه و با استخدام یک مدیر برای اون بدون نیاز به حضور خودش اونجا رو کنترل کنه و به اصطلاح بچرخونه و همچنین به عنوان یک سرمایه گذار در قسمت مختلف سرمایه گذاری کنه. همونطور که متوجه شدید این چهار قسمت چهار وچی با هم مساوی نیستن. افراد سمت راست یعنی بی و آی مالیات به مراتب کمتری از افراد سمت چپ یعنی ای و اس می ما در دوران بی خانمانیمون به دنبال این بودیم که پول برای ما کار کنه نه ما برای پول. پول الزام زندگی پدر فقیرم همیشه فکر می کرد که پول کثیفه و نباید به دنبال اون بود اما پدر پول دارم می دیوانگیه که آدم همه عمر دنبال پول باشه بعد بگه پول چیز بی اهمیتیه پدر پول دارم بیشتر وقت خودش رو با فرزندانش می گذرند و به امور خیریه اهمیت زیادی میداد اون علاوه بر کارآفرینی سفرهایی به دور دنیا با خانواده میرفت چون پول بود که برای او به سختی کار میکرد کرد نه برعکس. من هم آموزش های پدر پولدار رو دیده بودم و هر چهار قسمت چهار وجهی رو هم تجربه کردم. پدر فقیرم توی بچگی مدام در حال سفر و جلسه بود و وقت کمی برای ما میذاشت. اما پدر پولدارم بیشتر وقتش رو با ذهنی باز با خانواده میگذروند. همچنین هرچه پدر فقیرم تر می شد بیشتر در بدهی و مالیات گیر میافتاد و مجبور بود بیشتر کار کنه. اما پدر سروتمندم که در قسمت راست چهار وچی بود یعنی قسمت بی و آی هرچه پولدارتر میشد وقت آزاد بیشتری داشت و مالیات کمتری هم پرداخت میکرد. اما در نهایت پدر فقیرم در اوج موفقیت به خاطر رقابت سیاسی شغل مدیریتی خودش رو از دست داد و مجبور شد سالهای پایان زندگیش رو بدون نتیجه و اتفاق خاصی بگذرونه. هیچ قسمتی در این چهار وچی بر قسمت دیگه برتری نداره و همه خوبیا و بدیای های خودشونو دارن و شرایط هر فردی در هر جایی با یکی از این چهار تا همخونی داره. در ادامه میخوام به بررسی اونها بپردازم تا با ذهنی باز اونها رو انتخاب کنید. افراد متفاوت چهار وجه متفاوت پدر بیپولم بعد از برکناری خیلی سعی کرد که چهار وجهی مالی رو یاد بگیره اما متاسفانه نتونست. زمانی مشاور یه شرکت بود و در یک بره قسمت زیادی از پسنداز خودش رو برای خرید حق امتیاز یه بستنی معروف خرج کرد. بینتیجه بود. برای تغییر بین دو قسمت راست و چپ این چهار وچی علاوه بر دانش باید روی احساسات خودمون هم تسلط پیدا کنیم. همه افراد میتونن بین این چهار قسمت تغییر کنن. اما بعضی افراد در مقابل تغییرات مقاومت میکنن و این مانع پیشرفته. سفر در این چهار وچی مثل تبدیل کردن کرم ابریشم به پروانه است، و باید همه جوانه به زندگی تغییر کنه حتی شاید اطرافیان و دوستان شما هم تغییر کنن تفاوت ها چطور میتونیم تشخیص بدیم که افراد در کدوم قسمت چهار وچی هستن؟ یک روش خوب گوش دادن به گفتار و سخنان اون هاست چون واقعا نمیشه از ظاهر مردم به جایگاه اونا پی برد بذارید چند مثال از حرفای افراد این چهار وچی بزنیم کارمند من به دنبال شغلی هم که امنیت داشته باشه و با حقوق و مزایا و بیمه خوب باشه. شغل آزاد من برای این پروژه یه روز کامل وقت گذاشتم و درآمد من ساعتی 20 هزار تومنه و 5 درصد کل پروژام رو هم میگیرم. کارآفرین من به دنبال مدیران جدید برای مدیریت شرکتام هستم و سرمایه گذار. سود سرمایه من به IRR یا نرخ بازده داخلی وابسته است یا NPV که ارزش خالص فعلیه سخن ابزار قدرتمندی برای تشخیص ارزش افراده و اگه میخواید افرادی رو مدیریت کنید باید قدرت کلام داشته باشید حالا دقیق تر به افراد این چهار قسمت میپردازم 1. ای یا کارمندان برای اونا امنیت شغلی مهمترین ارزشه و بعد از اون به فکر دریافت مزایای بیشتری مثل بیمه بهتر یا پاداش هستند. پس افرادی که در حرفهاشون بیشتر از کلمات امنیت استفاده کنند و از بلا تکلیفی ناراحتن. به طور مثال اگه چیزی به شما قرض بدن میگن چه زمانی به هم پس میدی یا در مورد قراردادها خیلی حساسن. همچنین میگن علاقهی به پول ندارن و صحیح هم میگن دو اس شغل های آزاد اونا به دنبال اینن که برای خودشون کار کنن و زیر دست کسی نباشن و به قول معروف رئیس و کارمند خودشون باشن اونا اعتقاد دارن باید سخت کار کرد و بابت اون مزد گرفت اونا بسیار کمالگرا هستن و بسته به شغلشون شاید دارای یه ویژگی برتر هم باشن اونا از امنیت شغلی ترسی ندارن و به دنبال اینن که شرایط رو به کنترل خودشون در بیارن. در این گروه متخصصین زیادی از پزشکان و وکلا تا مشاورین املاک و مغازه ها و شرکت های کوچیک مثل آجانس های مسافرتی و نمایندگان بیمه می بینید. کارآفرینها. بی کارافرین اونا در مقابل شغل های آزاد هستند. اونا میخوان کارها رو به تنهایی انجام ندن و به وسیله گروه و افراد دیگه پیش برن. اونا دنبال افراد مختلفی از چهار وچی هستن که در کار خودشون بهترینن. در گذشته هنری فورد صاحب کارخونه های خودروسازی فورد رو متهم به بیعقلی میکردن. برای همین یه روز جلسه ای با اونا برگزار کرد و گفت هر سؤالی که دارید بپرسید تا من جواب بدم. اونا هر کدوم سوالی پرسیدن و در آخر فورد تلفن خودش رو برداشت و از مشاورای خودش جواب اونا رو پرسید و به افراد گفت فورد می گفت من ترجیح میدم افراد باهوش تحصیل کرده ای که پاسخ چنین سوالاتی رو میدونند رو استخدام کنم و خودم وقت آزاد کافی برای کارهای مهمتر داشته باشم کارایی مثل اندیشیدن چون اندیشه یکی از سختترین کارهاست و مردمان کمی خودشون رو درگیر اون میکنن. پدر پولدارم میگفت برای کارآفرینی و مدیریت افراد باید مهارت های تجارت و رهبری رو به خوبی یاد بگیرم و مادام العمر در حال تجربه و آموزش اونها باشم. برای همین تو بچگی از ما میخواست کتاب آش سنگ رو بخونیم. داستان کتاب اینطوری بود که روزی روزگاری در یک روستای دورافتاده قحطی میاد و مردم برای سیر کردن شکمشون به سختی میافتن و از ترس اینکه از گرسنگی بمیرن در خورد و خوراک خودشون صرف جویی میکردن. روزی پیرزنی در حال عبور از اونجا بود که متوجه اوضاع ده میشه. اهالی روستا رو دور هم جمع میکنه و میگه من آشی بلدم که با سنگ درست میشه و همه شما رو سیر میکنه. مردم تعجب میکنن و میگن امکان نداره. پیرزن دیگه بزرگی از اونها میگیره و چند که سنگ بزرگ رو خودش انتخاب میکنه و داخل دیک میندازه. بعد زیر اون رو زیاد میکنه. کمی بعد به مردم که دور دیگ جمع شده بودن میگه که آش تقریبا حاضره. اما اگه کمی سبزی داشتیم خیلی خوشمزه تر میشد. کسی داوطلب میشه و سبزی اون رو فراهم میکنه. بعد چند دقیقه میگه کاش کمی هم گوش داشتیم تا آش خوشمزه تر میشد و یکی از اهالی کمی گوشت میاره و به همین ترتیب نخود و لوبیا و سایر مواد آش رو هم از اهالی جور میکنه و اون رو حاضر میکنه و به همه هم میرسه و همه از خوردن آش خوشحال و سیر میشن نکته خیلی ها رو میبینیم که میخوان کارآفرینی کنن یا استارتاپی راه بندازن اما به خاطر ترس از امنیت و عدم توانایی های رهبری در انتها در خیش فرمایی یا وجه اس میمونند و به کارآفرینی نمی رسند. تفاوت کارآفرین و خیش فرما پاسخ این سوال رو با یک سوال ساده میتونید پیدا کنید. اگه شما یه سال شغل خودتون رو رها کنید و به سفر برید، آیا در برگشت کسب و کارتون فعاله و کسب درآمد کردید یا بدون شما اون کسب و کار تعطیل میشه و درآمدی حاصل نمیشه مثلا یه دندون پزشک سالها درس میخونه که یک خیش فرماشه و بابت ترمیم دندون مزد بگیره اما اگه به تعطیلات بره مطب به او هم تعطیل میشه و از درآمد خبری نیست پس برای کارآفرین بودن باید علاوه بر مالکیت فرایند و سیستم توانایی رهبری افراد رو هم داشته باشیم. همبرگری بهتر از مکدونالد. معمولا کسایی که برای مشاوره پیش من میان از محصولی که ساختن میگن و اینکه بهترین و شرکتی مثل اون رو نداره و حرفایی از این قبیل. من معمولا بعد از شنیدن کامل حرفهای اونها میپرسم آیا شما میتونید همبرگری بهتر از مکدونالد درست کنید؟ همه میگن بله مسلما اما در سؤال بعدیم سکوت میکنن آیا شما میتونید یک فرایند و سیستم تولید و عرضه بهتر از مکدونالد طراحی کنید؟ تفاوت نوع تفکر سمت راست و چپ چهار وچی در همینه. میلیاردها نفر فکر میکنند که همبرگر بهتری از مکدونالد میسازن اما مکدونالد که میتونه میلیاردها همبرگر با سیستم خودش به مردم جهان ارائه بده. یه روز به یه رستوران زنجیره ای برید. همبرگر سفارش بدید و کل سیستم اون رو ببینید. از آموزش کارمندا، سیستم تهیه و تحویل، کامیونهای مواد اولیه، دکور، مزهی که در تمامی شعب یکیه و در نهایت سهام اون شرکت در بورس. و چهار آی سرمایه گذار توی چهار وچی کارمندا دارای شغل هستند. مشاغل آزاد مالک یک واحد شغلی هستند. ها مالک سیستمی هستند که افراد در اون کار میکنن. اما برای سرمایه گذارا پول که کار میکنه و اونا از پول پول خلق کنند. اونا هم از پول دیگران هم از زمان دیگران برای کسب ثروت استفاده کنند. درس هایی برای استقلال مالی این میکرو کتاب میخواد کمک کنه تا شما به استقلال مالی برسید و به جای اینکه روز و شب برای پول کار کنید پول برای شما کار کنه. ثروتمندان جهان هفتاد درصد درآمد خودشون رو از سرمایه گذاری خودشون به دست میارن و سی درصد دیگر رو از قسمت باقی مونده چهار وجهی. اما افراد عادی 80 درصد درآمد خودشون رو از کارمندی و خیش فرمایی به دست میارن و شاید 20 درصد از سرمایه گذاری هاشون. یادتون باشه پول داشتن با ثروتمند بودن متفاوته. شاید شما شغل پردرآمدی داشته باشید اما وقت آزاد کمی دارید اما ثروتمندان وقت آزاد زیادی دارند چون درآمدهای خودشون رو به دارایی هایی تبدیل می کنن که خود اونها ثروت آفرین هستن به طور مثال کسب و کار یک دارایی چون می تونه بدون حضور ما درآمد داشته باشه یا سهامی که در پایان سال سود پرداخت می کنه هم همینطور ثروت چیست به ثروت باید دید متفاوتی داشت در واقع ثروت تعداد روزهایی که شما بدون کار فیزیکی و بدون کاهش کیفیت میتونید زندگی کنید. ثروت شما چند روز در ساله؟ مثلا اگه شما در حال حاضر یک میلیون تومن درآمد ماهیانه داشته باشید و سه میلیون تومن پسنداز، ثروت شما معادل 90 روز یا سه ماهه. ناحیه قرمز پشت آمپر ماشین و در قسمت دور موتور یه محدوده قرمزه که نباید دور موتور به اون حد برسه. افراد هم در خرج کردن دارای ناحیه قرمز هستند. افراد زیادی دیدم که هرچه چه درآمد دارن سریع خرج میکنن. ماشین بهتر، خونه بزرگتر و وسایل مرغوبتر. این افراد که سرطان خرج کردن گرفتن هیچ وقت ثروتمند نمیشن. چون درآمد اونا از خرجشون بیشتر نمیشه و همچنین درآمدها هم به دارایی درآمدزا تبدیل نمیشن انواع سرمایه گذاری تا الان متوجه شدیم که ما باید درآمد خودمون رو به دارایی های درآمدزا تبدیل کنیم و به زبان ساده سرمایه گذاری کنیم اما این سرمایه گذاری میتونه اشکال متفاوتی داشته باشه مثلا سرمایه گذاری روی دانش و کسب علم به تنهایی یک دارایی چون امکان افزایش درآمد رو برای شما به وجود میاره. در گذشته افراد برای بیمه تأمین اجتماعی خودشون حق بیمه پرداخت میکردن تا در پیری از مزایای اون بهره مند شن. اما این روش برای دوران صنعتی بود. در روزگار فناوری اطلاعات این روشی منسوخ شده است. چون در واقع بیمه تأمین اجتماعی سرمایه گذاری نیست بلکه یک پسندازه که در پیری از همون پول ماهیانه برداشت خواهید کرد فعالین بورسی کجای چهار وجهی هستند کار اصلی این افراد خرید و فروش سهامه حالا یا کارمند کارگذاری هستند یا به صورت خیش فرمایی فعالیت می کنند و اگه در برهی از زمان خرید و فروش را انجام ندن درآمدی نخواهند داشت پس در قسمت راست چهار وچی هستند. همونطور که متوجه شدید سرمایه گذاری واقعی روشیه که منافع اون بلند مدت و چه بسا تا صدها سال باشه و نیازی به شما برای تولید ثروت نداشته باشه. انواع سرمایه گذار بیشتر افراد نسبت به ریسک سرمایه گذاری ترس دارند و نمیخوان پول خودشون رو از دست بدن. برای همین با این چهار گروه روبرو هستیم. 1. افرادی که کلا با سرمایه گذاری و ریسک مخالفن و بیشتر پول خودشون رو توی بانک میگذارن دو کسایی که یا دانش کافی ندارن یا به خودشون اطمینان ندارن و پول خودشون رو برای سرمایه گذاری در اختیار افراد، شرکتها یا صندوق های سرمایه گذاری میگذارن کسایی که اهل قمارن و چهار سرمایه گذارای واقعی شاید بگید چرا قماربازها توی این لیست هستن؟ به نظر من سرمایه گذاری و قماربازی شباهت زیادی با هم دارن. اولی بازی بر سر دانش و توانایی، اما دومی بازی که شانس تعیین کننده نتیجه اونه. از طرفی سرمایه گذار واقعی با دانش خودش میتونه آینده رو برای خودش روشن و ریسک رو کاملا از بین ببره. عصر اطلاعات شروع شده است. پدر پولدارم همیشه میگفت باید سرمایه گذاری رو یاد بگیرم چون تنها راه استقلال مالیه و برنامه های بازنشستگی به شکل فعلی که با برداشت قسمتی از درآمد ماهیانه شما و پرداخت مستمری در دوران بازنشستگی انجام میشه دیگه جوابگو نیستن جالبه بدونید در سال 2032 بیمه تامین اجتماعی امریکا ورشکست خواهد شد و معلوم نیست تکلیف این تعداد بیمه شدگان چی میشه. امروزه متاسفانه به سبک دوران صنعتی به کودکان در مدارس آموزش داده میشه اما در عصر فناوری و اطلاعات اونا نیاز دارن که سرمایه گذاری رو یاد بگیرن. در دوران آیتی دیگه نمیشه روی دولت حساب کرد و اونا توانایی یاری رسوندن به مردم رو ندارن. جان اف کندی رئیس جمهور امریکا جمله معروفی داره که میگه تغییر بزرگی در حال وقوع است. اشتباهات سرمایه گذاری در اخبار و اطراف پیشنهادهای برای سرمایه گذاری کم ریسک میشنویم که متاسفانه نتیجه برعکس میدن. در ادامه به چهار مورد از اونها اشاره میکنم. سبد سرمایه گذاری متنوع از قدیم گفتن که تمام تخم و مرغات رو توی یک سبد نذار و توی سرمایه گذاری برای کاهش ریسک متنوع عمل کن اما کدوم یکی از بزرگان مثل وارن بافتین کار رو انجام میدن اگه سرمایه گذار دانش و مهارت کافی داشته باشه ریسکی اونو تهدید نمیکنه که با تنوع و بخشیدن به سرمایه گذاری های خودش بخواد اون رو کاهش بده سهام هایی با پرداخت سود سالیانه بیشتر کسایی که به دنبال ریسک کم هستند سراغ سهام هایی میرن که در پایان سال مالی سود خوبی میدن شاید شرکت ها به خاطر سوداوری بالا امن باشن اما آیا بازار سهام هم امنه صندوق های سرمایه گذاری افراد فکر میکنن اگه دانش کافی ندارن با سرمایه گذاری در صندوق ها از ریسک به دور هستند اما صندوق ها هم با کاهش بازار به سرعت ارزش های خودشون رو از دست میدن و فرقی از نظر ریسک با بازار ندارن. در روزگار فعلی افراد مجبورن که به سمت سرمایه گذاری چهار وچی حرکت کنند. اما متاسفانه این کار رو بدون دانش و مهارت انجام میدن و این شکست بزرگی برای اونها رقم میزنه. افرادی رو میبینم که اشتراک تعداد زیادی از شرکت های پیشنهاد دهنده سرمایه گذاری و خبرگذاری ها رو دارن. معمولا وقتی یکی از اونا میگه که رشد در انتظار سهم هاست، دیگری از سقوط صحبت میکنه. من به جای اشتراک اونها ترجیح میدم دانش خودم رو افزایش بدم و خودم بررسی کنم رشد واقعی کجاست. مدیریت ریسک دوچرخ سواری رو یادتونه؟ اول که میخواستیم یاد بگیریم کلی زمین میخوردیم. اما بعد از مدتی دیگه ملکه ذهنمون بود. توانایی های کاهش ریسک در سرمایه گذاری هم همینطوره و با تمرین و یادگیری میشه از ریسک دوری کرد. چرا افراد به جای استقلال مالی به دنبال امنیت هستند؟ در کودکی هر دو پدرم میگفتند که به دانشگاه برو و مدرک بگیر. اما بعد از پایان دانشگاه نصیحت هاشون تغییر پیدا کرد. یکی میگفت به دنبال شغلی با امنیت مالی و حقوق و بیمه مناسب برو و دیگری میگفت که به دنبال تأسیس شرکت خودت باش. خیلی از مردم هم به دنبال امنیت شغلی هستند چون در خانواده و محیط مدرسه چنین آموختن. افراد پس از پایان دانشگاه در گودال قرض و بدهی میافتند. برای ماشین و خونه خودشون وام میگیرن برای زندگی بهتر و ازدواج با فرد مورد علاقهشون زیر بار قرض میرن و همه اینها اونها رو بیشتر در این گودال فرو میکشه با این شرایط اونا مجبورن که به دنبال امنیت شغلی باشن چون اگه درآمد ثابتی در کار نباشه اونا چطور بدهیای خودشون رو پرداخت کنن و این دایره تکرار میشه دام اسکناس یادتون باشه که ملاک دانش مالی درآمد زیاد نیست بلکه اون کسی که پسنداز بیشتری داره و با پسنداز خودش شروع به سرمایه گذاری های موفق میکنه دانش مالی بیشتری داره وقتی دانش مالی کسب کنیم متوجه میشیم خونه بزرگتر جزو ثروت و دارایی ما نیست بلکه بدهیه چون هم فرصت سرمایه گذاری با پول اون رو از دست میدید و هم هزینه های جاری شما رو به خاطر هزینه نگهداری بیشتر و وسایل جدید افزایش میده و از استقلال مالی دورتر میشید. در هر خرید خودتون میتونید این دیدگاه رو داشته باشید که آیا خریدتون به دارایی و درآمد شما اضافه میکنه یا به بدهی شما لوپ تکرار حیوانات خانگی رو دیدید که به دنبال دم خودشون میگردند خیلی از افراد هم چنین هستند. من دوستی دارم که حدود هر پنج سال در یک لوپ تکراریه. شغل جدید پیدا میکنه و فکر میکنه بهترین شغل دنیا رو داره و دوستا و همکاران خوبی با او کار میکنن. اما چند سال بعد زمانی که همه چیز تکراری میشه فکر میکنه در فاسدترین شرکت دنیاست و افسرده میشه. اما زمانی که شغل جدید پیدا میکنه باز این لوپ تکرار میشه. و فکر میکنه شغل رؤیایی خودش رو در شرکتی دیگه پیدا کرده اما روش دوست من تا کی جواب میده زمانی که پیری سراغش بیاد آیا باز هم میتونه به همین روش گذران زندگی کنه افراد دیگه هم هستند زمانی که از کارمندی خسته میشن سراغ خیش فرمایی و شغل خودشون میرن معمولا هم میگن که میخوام رئیس خودم باشم اما این کار تغییر در سمت چپ چهار وچیه و شما رو به سمت راست هدایت نمیکنه. اونا باید حواسشون به همه چیز باشه و به جای کارمندا خودشون مسئولیت ها رو به عهده بگیرن. زمانی این شرایط بدتر میشه که افراد با پسنداز دوران کارمندی سراغ راهندازی شغل خودشون میرن و بعد از چند سال تلاش و از دست دادن پولاشون در اون شکست میخورن. در امریکا از هر ده کسب و کار 9 تا از اونا قبل از 5 سال شکست میخورن. مهمترین عامل شکست اونها نبود سرمایه کافی و دانش توسعه و نگهداری کسب و کاره. همچنین فشار بالای کاری و ساعات بلند فعالیت اونها رو فرتوت میکنه. به طوری که پزشکان و وکلا عمر کمتری نسبت به دیگران دارند. احتمالا شما هم افرادی رو در اقوام دیدید که یه فست فود رو اندازی کردن و درآمد خوبی هم دارن اما مثل یک زندانی از صبح تا دوازده شب مجبورن اونجا باشن ناعدالتی مالیاتی متاسفانه افراد ثروتمند به خاطر دانشی که دارن مالیات به مراتب کمتری نسبت به کارمندای خودشون میپردازند. در امریکا به کارمندان پیشنهاد میشه که خونه بزرگتر بخرن تا مالیات کمتری بپردازن. اما یادتون باشه که دولت توی جیبتون با شما شریکه و پیشنهاد معافیت مالیاتی بیشتر دامی برای فقیر کردن شماست. فکر کنید پیشنهاد بدم که یک دلار به من بدید و من به شما پنجاه سنت میدم. آیا شما میپذیرید؟ متاسفانه پیشنهادهای دولت ها این چنینند و مردم هم میپذیرند. یادتونه که گفتم زمانی من و همسرم بی خانمان بودیم ولی تونستیم به سرعت با کارآفرینی و سرمایه گذاری به ثروت برسیم و با استفاده از قوانین مالیات کمتری بپردازیم و پسنداز بیشتری برای خودمون داشته باشیم. انواع امنیت جامعه به دنبال امنیت شغلیه یعنی شغلی داشته باشند که بتونن روی درآمد و پایداری اون حساب کنن. اما مهمتر از اون امنیت مالیه. یعنی مطمئن شید درآمد شما برای زندگی مناسب کافیه و برای آینده و دوران بازنشستگی نگرانی ندارید. اما استقلال مالی که با یادگیری کارآفرینی و سرمایه گذاری به وجود میاد فراتر از هر دوی اون هاست. فرایندیه که دیگه پول برای شما کار میکنه و سیستم درآمدی به وجود شما وابسته نیست. در استقلال مالی، کارآفرینی و سرمایه گذاری مثل دو بال یک پرنده هستند و برای پرواز نیاز دارید که در هر دو مهارت کسب کنید. قرار داشتن در هر چهار قسمت دو تا دوست دارم که آتش نشانن و برای دو روز کار در هفته دارای حقوق و مزایای عالی هستند. همچنین دو روز دیگه به عنوان یک سرمایه گذار مسکن فعالند و دو روز باقی مونده رو به تفریح و استراحت می پردازن. اونا سالیانه از آتش نشانی سی هزار دلار دریافت می کنن. اما از سرمایه گذاری های خودشون 150000 هزار دلار. همه افراد میتونن بر اساس سبک زندگی و علایق خودشون در قسمتهای مختلف چهار وچی فعال باشند. میزان پول موجود در حساب بانکی الزامن به معنی امنیت نیست. پس اگه در حال حاضر پول کمی دارید میتونید بخشی از اون رو روی آموزش و دانش خودتون سرمایه گذاری کنید تا بتونید علاوه بر افزایش درآمد از قسمت های مختلف چهار وچهی توانایی سرمایه گذاری پسنداز خودتون رو پیدا کنید. دوست من زمانی که شرکت خودش رو فروخت همون روز 15 میلیون دلار در حساب بانکی خودش داشت. اما کارمنداش مجبور بودن به دنبال شغل جدیدی باشن. روز خداحافظی سخت بود چون چشمان بیشتر کارمندان اشکالود بود. و متعجب از این موضوع که صاحب شرکت با اون همه پستی بلندی های مسیر هر روز سروتمندتر میشد. شد. اول سرمایه گذاری یا کارآفرینی رسیدن به ثروت مسیریه که همه افراد موفق از جمله وارن بافت و بیل گیتس اون رو طی کردند. اگه پول و زمان زیادی دارید، سراغ سرمایه گذاری برید. اما اگه اونها رو ندارید، بهترین گزینه برای شروع کارآفرینیه. چون تجربه و دانشی که در مسیر کارآفرینی پیدا می کنید در آینده به سرمایه گذاری شما کمک بسیار زیادی می و در آینده دید کاملتری نسبت به ساختار شرکت ها پیدا می کنید. همچنین گردش های مالی شرکت ها رو می و در آینده می بفهمید اوضاع مالی شرکتی که قصد سرمایه گذاری در اون رو دارید مناسبه یا نه. یه خبر خوب هم در پایان این فصل اینه که با توجه به رشد تکنولوژی دنیا و بروز استارتاپ ها امکان وارد شدن به بخش کارآفرینی نسبت به گذشته بسیار ساده تر شده. انواع کسب و کار هر وقت از کارآفرینی صحبت می کنیم یادتون باشه در مورد فرایند و اکوسیستمی صحبت می کنیم که شما صاحب اون و کارمندانتون گرداننده اون هستن و این اکوسیستم نیازی به حضور شما نداره این اکوسیستم ها سه قسمن یک شرکتی که شما اون رو ایجاد و اکوسیستم خودتون رو در اون راه اندازی کردید دو نمایندگی شرکت های بزرگ یا حق امتیاز اونها و سه دریافت کد بازاریابی یا بازاریابی شبکه ای در مسیر ساختن یک اکوسیستم تجاری شاید شما مثل من و کیم بارها و بارها شکست بخورید. اما هر شکست امکان کسب دانش و تجربه بیشتر رو مهیا میکنه. بعد از اون نترسید و به چشم یک معلم به اون نگاه کنید. من در سال 1984 سومین شکست خودم رو خوردم و میلیون ها دلاری که به دست آورده بودم رو از دست دادم و باید از صفر شروع می کردم اما همه شکست های گذشته مرا آگاه تر کرد و اما حالا اکوسیستمی با یازده دفتر در سراسر جهان دارم که پنج سال برای اون زحمت کشیدم در گذشته شرکت ها به دنبال انحصار بودند و خبری از حق امتیاز نبود. حق امتیاز برای کسایی که نمیخوان یا نمیتونن سیستم کاری خودشون رو ایجاد کنند. مدیریت با کارآفرین شدن بسیار متفاوته. بیشتر آموزش هایی که مؤسسات را امیدن مدیریته. برای اینکه هر چه سریعتر به سمت کارآفرینی حرکت کنید، میتونید از این روش ها کمک بگیرید. یک یک رهبر برای خودتون پیدا کنید تا در این راه الگوی شما باشه و بتونه مثل یک مربی شما رو کمک کنه دو یک حق امتیاز بخرید شما با خرید حق امتیاز انگار یک سیستم کامل و امتحان شده رو به دست آوردید یادتون باشه با خرید حق امتیاز شما باید طبق سیستم شرکت مادر کار کنید و نمیتونید مطابق سلیقه خودتون عمل کنید. و س بازاریابی بازاریابی شامل موارد زیادیه که بین اونها میتونید انتخاب کنید از دریافت کد نمایندگی بیمه گرفته تا بازاریابی شبکه ای. این روش هم شبیه خرید حق امتیازه اما در ابعاد کوچکتر و این کمک میکنه که سریعتر یاد بگیرید و بهتر به سمت راست چهار وچی حرکت کنید. در بازاریابی باید یاد بگیرید که ترس رو شکست بدید و به این نتیجه برسید که مهم نیست دیگران درباره شما چه فکری میکنن. همچنین این کار به شما کمک میکنه یاد بگیرید که چطور باید افراد دیگر رو کنترل و اداره کرد. سطوح سرمایه گذاری یه بار پدر پولدارم گفت میدونی فرق سرمایه گذاری با شرط بندی چیه؟ من نمیدونستم. او در ادامه گفت که من نباید خریدار سهام باشم بلکه باید کسی باشم که سهام رو ایجاد میکنه تا دلالا اون رو خرید و فروش کنن در ادامه میخوام شما رو با شش سطح سرمایه گذاری آشنا کنم سطح صفر چیزی برای سرمایه گذاری نیست این سطح تمام درآمد خودشون رو خرج میکنن و پسندازی و پولی برای سرمایه گذاری ندارن سطح یک قرض گرفتن این افراد مشکلات مالی خودشون رو با قرض گرفتن مرتفع می کنن و حتی با قرض ها سرمایه گذاری هم می کنن. اونا معمولا پول خودشون رو صرف تفریحات علکی و چیزهای به نخور می کنن. سطح دو پسنداز کردن این افراد همیشه قسمتی از پول رو پسنداز می کنن و معمولا از سرمایه گذاری های کم ریسک مثل سپرده های مالی استفاده می کنن. اونا همیشه سعی می کنن همه چیز رو نقدی بپردازن و از وام و قرض وحشت دارن. با پسنداز کردن امید به آینده روشن برای فرزندان خودشون دارن اما نمی دونن که همیشه تورم از اونها جلوتره. به طور مثال دلار از سال 1950 تا امروز 90 درصد ارزش خودش رو از دست داده. البته پس انداز خوبه و من پیشنهاد میکنم همیشه به اندازه شش ماه تا یک سال مخارج خودتون پس انداز داشته باشید و برای بیشتر از اون به فکر یک سرمایه گذاری غیربانکی باشید. سطح سوم سرمایه گذاری مثلا هوشمند این افراد می دونند که سرمایه گذاری واجبه و به صورت پراکنده سرمایه گذاری می کنند. اونا معمولا تحصیلات دانشگاهی دارند. اما از صورتهای مالی سردر در و بخش سرمایه گذاری رو به مشاوران و دیگران سپرده یا با روزنامه خوندن و پیگیری خبرها سرمایه گذاری میکنن یا حتی مثل یک قمارباز در بازار سرمایه گذاری قمار میکنن معمولا این دسته با اینکه باهوشن اما درگیر ترس و بدبینی هستند برای همین با ضرر روبرو میشن سطح چهارم سرمایه گذاری بلند مدت اونا دید و برنامه بلند مدتی دارند و به حرف مشاورینی که شایستگی خودشون رو اثبات کردند گوش میدن. البته نباید این سطح رو با افراد خبره در سرمایه گذاری اشتباه بگیرید. اونا سراغ سرمایه پیچیده نمیرن و معمولا صندوقهای بورسی رو انتخاب میکنن. اگه میکرو کتاب همسایه بعدی میلیونر رو شنیده باشید درباره این سطح از سرمایه گذاران صحبت میکنه. سطح پنجم سرمایه گذاری خبره اونا معمولا سرمایه گذاری های پرخطر و جسورانه رو انتخاب می کنن. چون تجربه کافی برای این نوع سرمایه گذاری ها رو دارن. اونا معمولا یک جریان درآمدی قوی از یک قسمت دیگه دارن و این به اونها نیرو میده تا با مازاد سرمایه خودشون یعنی 20 تا 25 درصد سرمایه گذاری های پرخطر انجام بدن. اونا معمولا از دوران رکود اقتصادی به نفع خودشون بهره میبرند. اونا افراد با تجربه ای از حسابدار تا مشاور رو در کنار خودشون جمع میکنن تا علاوه بر کنترل ثروتشون بر میزان اون هم اضافه کنن. سطح ششم سرمایه گزاری های کلان افراد بسیار کمی در این دسته هستند. مثلا در امریکا فقط یک درصد از مردم میتونن در این دسته قرار بگیرند. این افراد هم سرمایه گذار خبره و هم کارآفرین موفق هستند. تفاوت این دسته با سطح پنجم اینه که دسته پنجم با پول خودش سرمایه گذاری میکنه اما سطح ششمی ها با سرمایه و توانایی های دیگران دست به سرمایه گذاری میزنند. اونا در مملکت اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد میکنند. اونا به دنبال سوددهی حداقل 100 درصدی و بیشتر هستند. معمولا اونا در مقابل کمک به امور خیریه و اتفاقهای مثل سید و زلزله بسیار سخاوتمندن و یک مؤسسه خیریه هم دارن حال به این فکر کنید که شخصیت شما در کدوم یک از این شش سطح قرار داره؟ من خودم قسمتهای مختلفی از شخصیتم رو در این شش سطح میبینم من خودم دلم میخواست که در سطح شش باشم اما با توجه به صحبت های پدر پول دارم در اول بخش و شناختی که از خودم داشتم سطح پنج رو انتخاب کردم. نمی شود پول را دید. 95 درصد مردم با چشم و فقط 5 درصدشون با تفکر سرمایه گذاری می کنن. به همین خاطر از هر ده سرمایه گذاری معمولا نه تا از اونها سودی به دست نمیارند من یک بار به خاطر معامله ملکی اشتباه مجبور شدم که به مشاور املاکم بگم نیاز دارم دوباره مذاکره کنم اما او به من گفت که نمیتونی من در اون روز یاد گرفتم که منظور افراد از نمیتونی اینه که اونها نمیتونند. اگه ما به این نمیتوانی ها گوش میدادیم احتمالا تغییرات زیادی در دنیا رخ میداد مثلا فکر کنید برادران رایت به این نمیتوانی ها گوش میدادند هر روز در دنیا 1400 میلیارد دلار در گردشه و شما باید یاد بگیرید چطور از پول و ثروت خودتون محافظت کنید. پدر پولدارم به هم میگفت مهم نیست درآمد تو چقدره. مهم اینه که چقدر پول رو میتونی حفظ کنی و این پول چقدر برای تو کار خواهد کرد. باید یاد بگیری که فقط با پنج درصد ببینی و با 95 درصد از تفکرت برای سرمایه گذاری تصمیم بگیری. آدم های عادی معمولا از افرادی مشاوره می گیرن که خود اونها نیاز به مشورت و راهنمایی دارند و برای همین معمولا سرمایه گذاری موفقی ندارن. شما باید یاد بگیرید که زبان اعداد و ارقام رو یاد بگیرید و اونها رو درک کنید. وقتی کسی میگه پی ای سهام من دوازدهه شما باید درک کنید که او چه میگه تولید ثروت نیاز به پول نداره وقتی شما دانش سرمایه گذاری رو یاد بگیرید دوچار ریسک نمیشید پدر پولدارم اعتقاد داشت هر نوع مشاوره گرفتن بهتر از هیچ اما در نهایت خود او بود که تصمیم نهایی رو میگرفت. شاید شما هم هنوز فکر کنید خونتون جزو دارایی های شماست اما بیایید بررسی کنیم. دارایی چیزیه که پول به جیب شما میاره و بدهی چیزیه که پول از جیب شما خارج میکنه. حالا بیایید دقیق تر نگاه کنیم. وقتی شما هر ماه قسط خونه میدید، پول به جیبتون میاره یا خارج میکنه. در حسابداری ارزش خونه در ستون دارایی ها قرار میگیره و وام خونه در ستون بدهی ها. ارزش خونه شما به قیمت بازار و عوامل دیگه وابسته است. اما بدهی شما عددی مشخص و ثابته. همچنین از نظر یک کارآفرین یا سرمایه گذار ملک شما دارایی نیست چون درآمدی برای شما ایجاد نمیکنه. اگه شما وام خونه رو هم تصویه کنید باز هم یک دارایی نیست چون بابت نگهداری و تعمیرات و غیره باید هزینه کنید. افراد فکر میکنند وقتی در یک سند نام اونها درد شده اونها واقعا مالکن اما وقتی چند وقت مالیات و عوارض رو دیر پرداخت کنن یا بخوان به نام شخص دیگه ای بزنن تازه متوجه میشن که صاحب اصلی خونه کیه و دولت چه برخوردی با طلبهای خودش داره. وقتی شما به بانک میرید که وام بگیرید با نرخ سودی مثلا 8 درصد روبرو میشید. اما باید یاد بگیرید که نرخ سود واقعی رو محاسبه کنید. بذارید یه مثال بزنم. فکر کنید یه خونه به مبلغ 100 میلیون تومن خریدید. 20 میلیون تومن نقد دادید و 80 میلیون تومن وام مسکن با نرخ 8 درصد گرفتید که طی 30 سال باید پس بدید. شما طی 5 سال حدود 35 میلیون تومن پرداخت کردید اما جالب بدونید که فقط حدود 4 میلیون تومن از بدهی خودتون رو تا اون تاریخ صاف کردید. و ما بقی پرداختیتون در واقع سود وامه و اگه تا پایان اقساط رو بدید شما بیش از 132 میلیون تومان سود وام پرداخت کردید که جدا از 80 میلیون تومان اصل وامیه که گرفتید یادتون باشه بانک ها همیشه همه واقعیت رو به شما نمیگن وقتی شما هزار تومن رو در حساب بانکی خودتون قرار میدید بانک میتونه طبق قانون تا ده یا حتی بیست هزار تومن به دیگران وام بده که نرخ اون رو بانک مرکزی تعیین میکنه. به این کار در علم اقتصاد خلق پول میگن. داستان وقتی جالب تر میشه که احتمالا بانک بابت حساب کوتاه مدت به شما 9 درصد سود میده اما با خلق پول از دیگران تا 35 درصد سود وام میگیره. چه کسب و کاری بهتر از این؟ هرچقدر شما از دیگران طلب داشته باشید ثروتمندتر هستید و هرچه بدهکارتر باشید فقیرتر پول در اقتصاد یک وسیله برای پرداخت بدهی نه سرمایه پولها پشتوانه ای ندارند که شما خیالتون راحت باشه زمانی که در آلمان تورم خیلی افسار گسیخته رشد کرد، پول دیگه کاربرد خودش رو از دست داد و مردم برای گرم شدن مارک هاشون رو داخل شومی نمیریختن. پدر پولدارم به من یاد داد که سود واقعی زمانیه که میخریم نه در زمان فروش. برای همین در زمان خرید باید مطمئن باشیم که معامله به سود ماست. او میگه تنها چیزی میتونه دارایی باشه که بتونید 100 هزار تومن بخرید و دویست هزار تومن بفروشید. حتی اگه طلا هم برای شما چون این شرایطی رو نداشته باشه دارایی نیست. ما همیشه میگیم او اون خونه بزرگی داره پس پول داره. اون هیکلیه پس سالمه. من خنگم پس هیچ وقت پول دار نمیشم. و غیره و غیره. همه اینا نظریات ذهن ماست و با واقعیت فرسنگ ها فاصله داره. و این نشان از این داره که افراد با چشمشون فکر میکنن امروز افراد زیادی گرفتاری های مالی دارن چون فکر میکردند که کسب ثروت راه میانبر داره و وقتی از اون میانبرها استفاده کردند به جای ایجاد ثروت اون رو از دست دادن وارن بافت میگه اگر در حال بازی پوکر هستی و بعد از 20 دقیقه متوجه نشدی بازنده کیست آن شخص خود تو هستی